دولت سوئد به تعطیلی مؤسسه ها و مراکز آموزشی اسلامی ادامه می دهد. این در حالی است که بسیاری از آنها جزء بهترین مدارس این کشور هستند. اوایل سال جاری لنا اکسرسون کلیبلوم وزیر آموزش وقت سوئد در یک کنفرانس خبری گفت که دولت لایه ای را با هدف ممنوعیت ایجاد مدارس مذهبی مستقل ارائه کرده است. این لایحه اساسا گسترش مدارس و افزایش تعداد دانش آموزان یا افتتاح شعبه های جدید را از سال 2024 به بعد ممنوع می کند. با این حال تا کنون تنها مدارس اسلامی هدف این قانون قرار گرفتند و این امر اعتراض سازمان ها، پژوهشگران و مدارس مسلمان را برانگیخته است. آنها استدلال می کنند که تصمیم برای تعطیلی مدارس اسلامی بر اساس نتایج ضعیف تحصیلی یا سایر کاسته های آموزشی نبوده بلکه با انگیزه های سیاسی انجام شده است گفته می شود حدود 20 مدرسه که خود را به عنوان اسلامی یا متعلق به مسلمانان طبقه بندی می کنند در حال بسته شدن هستند و تنها سه مدرسه فعال باقی مانده است تصمیم و بازرسی برای تعطیلی این مدارس بر اساس گزارش سرویس امنیتی داخلی سوئد SAPO صورت گرفته است. قابل ذکر است در انتخابات گذشته سیاستمداران به جای تمرکز بر مسائلی مانند اقتصاد و بیکاری بالا به احساسات ضد مسلمانان دامن زدن و تعطیلی مدارس باستابی از این موضوع است. زمانی که این لایحه برای اولین بار توسط دولت ارائه شد مدعی شدند که همه مدارس دینی را شامل خواهد شد اما در واقع اینطور نبوده زیرا هیچ مدرسه دینی دیگری به جز مدارس مسلمانان تعطیل نشده است